رادیو تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما، ایرانیان دلیر آزاده، آزادگان دلاور ایرانی، بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن در هر گوشه ای از این جهان پهناور که هستید. باری یاران، چنان که میدانید تاریخ میخوانیم، تاریخ شیعیگری از کتاب علامه احمد کسروی، و در گفتار پایانی هستیم، گفتار چهارم، پرسش هایی که از این ملایان می شود پرسید و زورگویی هایی که اینها می کنند. و در پایان نیز اگر فرصتی باقی ماند چند بیتی شاهنامه می خوانیم در خدمت شما. اجازه بفرمایید تا مطلب را از آنجا که در جلسه گذشته به اتمام رساندیم پی بگیریم. بله، عرض می شود که علامه فرمود: چنان که گفتیم دستاویز ملایان در این دعوی سخنی یا حدیثی است که از زبان امام ناپیدا گفته شده. این دعوی حکمرانی که آنها می داشتند در اون روزگاران، اینها دعوی می داشتند که ما حکومت از آن ما بایستی باشد، و آخر هم شد، و آخر هم قضا را چنان رفت که اون انقلاب سال 57 توسط این ملایان به سرقت رفت. چنان که گفتیم دستاویز ملایان در این دعوی سخنی یا حدیثی است که از زبان امام ناپیدا گفته شده. اون حدیث چه بود؟ اینکه در رخدادها به بازگویندگان سخنان ما بازگردید، چه آنان حجت من به شمایند و من حجت خدا به دیشان می باشم. از این گونه از امامان نیز گفته های آوردند. یک دعوی به آن بزرگی بنیادش به این سخنان است. شما اگر همین امروز در این عصر تکنولوژی سخنی را به بغل دستی بگویید، تا این سخن به نفر بعدی و به نفر بعدی و به نفر بعدی انتقال پیدا کند، عرض می شود که گمان این می رود که بارها دچار تغییر و تحول بشود، چه برسد به این که از هزار سال پیش حدیث در می آرند. باری اکنون من از ملایان می پرسم: نخست، گویندگان آن سخنان چه کاره می بوده اند و چه شایندگی می داشتند؟ می دانم خواهند گفت امام مفترز و طائع می بوده اند. امام مفترز و طائع یعنی فرض است اطاعت کردن از آن امام. مفترز به زاد و تیل نقطه، امام مفترز و طائع، اون طائع به ته دست دار، یعنی امامی که فرض است، واجب است اطاعت کردن از او. آنها این سخنان رو گفتن، چنین پاسخ میدن این ملایان: میدانم خواهند گفت امام مفترز و طائع بودند. میگویم نامی است که خودتان گذارده اید و خدا از آن بیزار است. و درست میگوید.
آیه‌ای یا سوره‌ای در قرآن در باب این داستان امامت نیامده. این یک بدعتی است که از جهت ما شیعیان در دین وارد شده. امامتی در کار نیست، از اصول دین نیست، که میخوام عرض کنم از فروع دین نیست. بابا اگر این مطلب انقدر مهمی بود، چون امام در پندار ما شیعیان از پیغمبر بالاتره، از پیامبر بالاتر امامه، خب امری بدین مهمی نبایستی در کتاب خدا یه اشارهی بهش میشد؟ یه اشاره که چه عرض کنم میبایستی سهم عظیمی از این کتاب در بر میگرفت به خاطر درجه ای از اهمیت که این مقال دارد. حالون که میبینیم نه سورهی، نه جزئی، نه حزبی، نه حتی آیهی در این باب نیامده. آقا امامت هم امر مهم نیست، فقط به رسول ایمان نیارید، به امام هم ایمان بیارید، به امام بعد از رسول هم ایمان بیارید، همچین چیزی نیست. بارها آمده که به خدا ایمان بیارید، به رسول ایمان بیارید، یک بار اصلا همچین جمله و آیه ای نداریم که به امامان بعد از رسول هم ایمان بیارید. این یک بار که چرچ دارم میبایستی صد بار گفته میشد در قرآن اگر چنین چیزی حقیقتی درش بود. برعکس، حال ببینیم علامه ما از قرآن چه مثالی میاره. میگویم نامیست که خودتان گذارده این امام مفترز و طاهر از کجا در آوردی؟ کجای دین همچین چیزی داره؟ نامیست که خودتان گذارده اید و خدا از آن بیزار است، به گفته ی قرآن سوره نجم آیه 23، ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. یعنی این بت‌ها و اینایی که شما پرستش میکنید، خدا خطاب به کافران داره میگه، اینها این نام ها رو شما خودتون به اینا دادید، اینا از طرف خدا نیومده که. این نام ها که این دختر خداست، این پسر خداست، این برادر خداست، این خواهرزاده خداست، اینا رو شما خودتون گذاشتید دوش. این امام مفترز و طاهر، تو امام مفترز و طاهرش کردی، تو این نام رو گذاردی. اگر از طرف خدا بود بعد در کتاب خدا هم می بود. پس چرا این داستان مفترز و طائع در قرآن نبوده؟ علامه سوال میکنه. پس چرا امام علی ابن ابی طالب به معاویه می نویسد هر آینه شورا مهاجران و انصار راست، که اگر به سر مردی گرد آمدند و او را امام گرفتند، خوشنودی خدا همان خواهد بود. هیچ نمیگوید من امام مفترز و طاهر هستم، برعکس، برعکس، کاملا برعکس میگوید که مردم مرا انتخاب کردن، تو چرا علیه منی؟ وقتی من رأی اکثریت قاطع رو دارم، تو هم میبایست گردن گذاری کنی. به ادعای خودش دلیل نمیاره که چون در قدیر خم پیغمبر من رو دست من رو بلند کرد پس تو باید از من اطاعت کنی. خیر، همچی حرفی نمیزنه. نمیگه خدا من رو به امامت برگزیده پس تو باید از من اطاعت کنی. خیر، همچی حرفی نمیزنه. میگه شورا مهاجرین و انصار راست. شورا رو هم اول بار عمر بنیان نهاد، مرد دانایی بود، خلیفه دوم. در زهد که کسی به پای او هرگز نرسید، در ایمان انقدر بود که پیامبر ایمان عمر رو مشهور است که به دعا از خدا طلب میگرد، خدا یا عمر رو مسلمونش کن، یه کاری کنی عمر مسلمون شه، در زمانی که او هنوز عرض میشود که جزء مشرکین بود و بعد جزء عشره مبشره. پدر همسر پیامبر حفصه دختر او از همسران رسول بود،
فاروق اعظم قطب دین عمر بود، اولین شهید مهراب عمر بود. هیچ کدوم این حرفا رو شما از آخوند رافضی نمیشنوید، برای اینکه حضرت علی را در مهراب نزدن، حضرت علی را بر آستانه مسجد زد ابن ملجم. وقتی که او میخواست وارد مسجد بشه، بر درگاه مسجد به حضرت علی ضربت زد، اما عمر در مهراب بود، در حال نماز خواندن بود که فیروز ابو لولو با چندین ضربه کارد او را از پای در آورد. اولین شهید مهراب عمر بوده و همونقدر درایت داشت که کار را پس از خودش به شورایی وانهاد که چند نفر بیان دور هم بشینن، عقلاشون رو بذارن رو هم، یه خرد جمعی تصمیم بگیره. از کی؟ از صحابه کبار، از مردان بزرگ اون روزگار که طلحت الخیر باشد و زبیر سیف الاسلام باشد و عبدالرحمن ابن عوف باشد و علی باشد و عثمان باشد و فاتح دروازه های افسانه‌ای ایران سعد ابن ابی وقاص. این 6 نفر بودند که آنها هم در نهایت خلافت را شاینده عثمان دیدند که 2 بار داماد پیامبر بود. ذوالنورین، صاحب 2 نور، 2 دختر پیامبر را به همسری گرفته بود عثمان. باری میخوام عرض کنم که حتی در این نامه‌ای که در نهج البلاغه آمده، چاپ اسرائیل هم نه، چاپ جمهوری اسلامی، در نهج البلاغه چاپ جمهوری اسلامی، برید بخونید، این نامه آمده در اونجا که امام علی خطاب معاویه نامه نوشته که شورا مهاجرین و انصار راست و اگر به سر مردی گرد آمدند او را امام گرفتند، خوشنودی خدا در همان خواهد بود و هیچ نمی نویسد خدا مرا برگزیده یا پیغمبر آگاهی داده. آیا علی هم با آن شمشیر آخته تقیه می کرد؟ آنگاه شما به ایرادهایی که درباره امام ناپیدا هست و ما آن را در این کتاب باز نمودیم چه میگویید؟ آیا به آنها پاسخ میدارید؟ نخست باید بودن چنان چیزی با دلیل روشن گردد تا دعوی شما عنوانی پیدا کند. ولی چه دلیلی در اون بار در میان است؟ آن حدیث هایی که در کتاب هاتان نوشته شده کدام یک در خور پذیرفتن است؟ که امام را فرزندی هست 5 ساله که در سرداب میزید، مگر همچی چیزی هم میسره؟ چطور تواند بود؟ داریم حرف از 1000 1100 سال 1200 سال پیش میزنیم. چطور تواند بود شخصی مثل امام شیعیان که پیروان داشته، دم و دستگاه داشته، خدم و حشم داشته، 5 سال از فرزنددار شدنش گذشته باشه و هیچ کس نفهمه که این آقا یه بچه 5 سالی هم داره؟ دوم، آن حدیث همینی که در کارهایی که نمیدونم براتون پیش میاد بیاید سراغ نمایندگان ما که در آغاز کار خوندیم، آن حدیث این معنی را که شما میخواهید نمیرساند. در آنجا میگویند اگر داستانی به شما رخ داد که ندانستید چه کار کنید و حکم آن را ندانستید،
پس کسانی که به سخنان ما آشنایند و آنها را باز میگویند بپرسید این سخن کجا و دعوی سرشتداری کجا. چنانچه عرض کردم سرشتداری به معنای حکومت. این دو از هم بسیار دور است. میدانم خواهند گفت امام ما را حجت خود گردانیده. میگویم حجت واژه‌ای است که ما در فارسی برابرش را نمی‌داریم. حجت کسی است که باید سخنش را بپذیرند. این معنی کجا و رشته کارهای کشوری را به دست گرفتن و به مردم فرمان راندن کجا؟ بسیار روشن است که در آن حدیث سخن از سررشتداری یا فرمان روایی نمی رود. سوم، فرمان روایی یا سررشتداری گروهی بی شمار و بی سامان چگونه تواند بود؟ خب در اون روزگار حزب و اتحادیه نداشتند این آخوندها در اوان 80-90 سال پیش. پراکندگی در میان آنها بود. سخن استاد ما دلالت بر اون ایام میکند. سوم، فرمان روایی یا سرشتداری گروهی بی شمار و بی سامان چگونه تواند بود؟ شما هزارها و ده هزارها کسانید که در شهرها پراکنده می باشید و هیچ یکی تان گردن به دیگری نمی گذارد. با این حال چه کاری توانید کرد؟ دقیقا شما بین خودتونم اتحاد و همدلی ندارید. سرشتداری اگر خودکامانه است باید یک تن بیشتر نباشد و دیگران همگی از او فرمان برند. و اگر به آیین سگالش هست باید انجمنی باشد که همگی در آن گرد آیند و با هم به سگالند. سگالیدن، اندیشیدن، تدبیر کردن. و آنچه که دسته بیشتر گزینند پذیرفته گردد. با آن پراکندگی و بیسری که شما راست سرشتداری چه معنی تواند داد؟ میگوید شما نه دیکتاتور هستید نه مستبد توانید بود، نه اهل خرد جمعی و سگالیدن هستید. شما هیچ کدوم با آبتون با هیچ کدوم اینا به یک جور نمیره. بنابراین این کار از شما ساخته نیست. حکومت و سرشتداری و فرمان روایی به شما شاینده و جایز نیست. چهارم، از همه اینها چشم می پوشیم. سرشتداری از آن شما و شما توانید که آن را راه برید در فرض میکنه، پس چرا نمیخواید به دست بگیرید؟ چرا نمیخواید شریعت را اجرا کنید؟ چه چیز جلوی شما را میگیرد؟ اگر از دولت میترسید با آن همه پیروانی که شما راست، اگر به کار برخیزید میگمان دولت در برابر شما نخواهد ایستاد. تا کنون شما کی خواستید که بگوییم نتوانستید؟ کی برخواستید که بگوییم پیش نبردید؟ چرا به جای آن که مردم را دو دل گردانید و آواره گذارید به کار بر نمیخیزید؟ خب این سخن استاد در واقع نشان از یک ماجرایی دارد و اون که او هرگز فکر این رو نمی کرد. علامه ما هرگز گمان این رو نمی برد که این آخوند جماعت دل و جرأت و جربوزه کار سترگ
راه بردن جامعه را داشته باشد. هرگز اینها به خواب هم همچین چیزی رو نمی دیدند. مرحوم میرزاده عشقی قصیده بلندی دارد در حجب شیخ ممقانی که در استانبول سروده شد این قصیده در زمان مهاجرت. اونجا تکه های جانانه نثار این شیخ و کلن دار و دست یاخوندها میکنه. تو بودی و حسیری نان بخور نمیری، بر اشکم تو سیری میخواند لمترانی، یک جامه در برت بود، هم بالش سرت بود، هم گاه بسترت بود، وان نیز بود امانی، مبل تو بود سنگی، یا آنکه لولهنگی با قوری جفنگی از عهد باستانی. گویند روزخانیست فن معیشت تو، به به چه خوب فن نیست این فن روزخانی. بله، اینها در حقیقت چنین اوضاعی می داشتند. اینها گدایان بودند با تکدی روزگار می گذروندند. از مخیلش عبور نمی کرد طرف که صاحب امپراتوری معظم ایران بشه، حاکم جان و مال و ناموس چند ده میلیون ایرانی بشه، آخوند شپشو. هرگز همچین فکری از ذهنش خطور نمی کرد، به باور علامه ما نمی گنجید. نیز برای همین است که این تحدی ها رو میزنه استاد ما. آمدیم که شما نمیتوانید، پس گناه مردم چیست که آوارشان میگردانید؟ نه خود کوشم و نه دیگری را گذارم، باید این مردم را لگد مال کنم، باید به بیگانگان بیایند و به اینان توسری بزنند. این مردم آزاری را از کدام استاد یاد گرفته اید؟ می دانم چون پاسخی نمی دارید خواهید گفت حکومت عرفی باشد ولی از ما اجازه بگیرد. می گویم برای چه؟ اگر از آن شما نیست چه نیاز به اجازه است؟ آنگاه حکومت عرفی اگر جائر است چه سزاست که شما اجازه بدهید؟ شما که میگویید مردم باید فقه جعفری به کار بندند و این قانونها خلاف شرع است، تنها از راه اجازه چه نتیجه تواند بود؟ اگر خواستتان آن است که همچنان که هست باشد و یک توده قربانی مفتخوری شما گردند، بهتر است آشکاره بگویید و سخن را کوتاه گردانید. پس از همه اینها، شما که یک تن و دو تن نیستید، دولت از کدام یکتان اجازه بگیرد؟ آیا نه آن است که اگر یکیتان اجازه داد، دیگران گردن نخواهند گذاشت و نتیجه‌ای به دست نخواهد آمد؟ در پایان همه چنین انگاریم که دولت از همگی علمای بنا اجازه گرفت. آیا شما از گرفتن زکات و مال امام چشم پوشیده دستور خواهید داد که مردم آنها را به دولت بپردازند؟ اگر با اجازه شما دولت از جائری بیرون تواند آمد، آیا شما خود را کنار کشیده مردم را به او باز خواهید گذاشت؟ آیا
از دودلگردانیدن مردم دست خواهید برداشت. و نکات همچنان ادامه دارد بعد از این چهار پرسش. پرسش ها همچنان پابرجاست که اگر اجازه فرمایید ادامه را موکول کنیم به جلسه آینده. بازگردیم بر سر کتاب شاهنامه، در داستان رزم ایران و توران بودیم، رزم گشتاسپ با ارجاسپ تورانی، کشته شدن زریق و به وقوع پیوستن پیشگویی های جاماس به حکیم را با هم دیدیم، و اسفندیار دست آخر عزم میدان کرد و عرض می شود که گشتاسپ هم برای اینکه این موتیویشن او را دوچندان کند، انگیزه به او ببخشد، وعده تاج و تخت نیز به پسر داد. از اون سوی پسر زریر نستور نیز آمد به خونخواهی پدر، به جستجوی جسد بیجان پدر. ببینیم کار به کجا رسید. اشاره بهش کردن که جسد پدرت فلانجا افتاده در میدان جنگ، برو اونجاست. پس آن شاهزاده برانگیخت بور، همی کشت مرد و همی کرد شور. جوانکی بوده این نستور یا بستور هم آمده در کتب. همی تاختش تا بر او رسید، چو او را بر آن خاک کشته بدید. برفتش دل و هوش بر پشت زین، فکند از برش خیشتن بر زمین. همی گفتش ای ماه تابان من، مرثیه میخونه بر نعش پدر مستور جوان. همی گفتش ای ماه تابان من، چراغ دل و دیده و جان من. بدان رنج و سختی بپروردیم، کنون چون که رفتی به کس بردیم. تو را تا سپه داد لهراسپ شاه، و گشتاسپ را داد گاه و کلاه. همی کشور و لشکر را راستی، همی رزم را با رزو خواستی. به کامت بگیتی برافراخت نام، شدی کشته خود نارسیده به کام. شبم زی برادرت فرخنده شاه، فرودای گویم از این خوبگاه. که از تو نه این بود سزاوار اوی، برو کینش از دشمنان باز جوی. ساده دل، جوان ساده دل میخواهد برود پیش عم تاجدار خودش و بگوید که برو انتقام خون پدرم که برادرت باشه رو بگیر. طبیعیست، جوان است و پرشور، لبریز از احساسات. بر سر جنازه پدرش که سپه سالار ایران بود زار میزنه و حالا عزم دیدار با عمو میکنه که همچین تقاضایی بکنه. زمانی بر این سان همی بود دیر، پس آن بارگی اندر آورد زیر. همی رفت با بانگ او پیش شاه، که بنشسته بود از بر خوبگاه. شاه خسروان گفت ای جان باب، چرا کرده ای دیدگان را پراب؟ کیانزاده گفت ای جهاندار شاه، برو کینه باب من باز خواه. که مانده است شاهم بران خاک خشک، سیه ریش او پروریده به مشک. عمو جان
به تاج دار قبل یارم. برو انتقام برادرت رو بگیر، برو انتقام خون پدر منو بگیر. عجب این جسارت کودکانه چگونه باید پاسخ داده بشه به نظر شما؟ اگر بخواد به حرف این جوان، به حرف این الف بچه، جان نازنینش رو به خطر بیفت یعنی قبله عالم و به نبرد بره، که خب این عرض می شود که کاریست نه صواب و خلاف رأی اولوالالباب به قول استاد سخن سعدی. اگر هم بخواد توپ و تشهری بزنه و این بچه رو خاموش کنه در دم، خب این جماعت حضار و درباریان و اونا که شاهد و ناظر هستن و دارن نگاه میکنن اون چی بده؟ بنابراین او که از نقش وجودی ملازمان دربار به نیکی آگاه است، ترفندی میزنه، تظاهر به رفتن به میدان. بخونیم ما: چو از پور بشنید شاهین سخن، سیاهش ببود روز روشن زبون. جهان بر جهاندار تاریک شد، تن پیلواریش باریک شد. بیارید گفتا سیاه مرا، اسب من بیارید، بیارید گفتا سیاه مرا، نبرد قبا و کلاه مرا، که امروز من از پی کین اوی برانم ز خون یلان چند جوی. یکی آتش اندازم اندر جهان، که از اینجا به کیوان رسد دودان. حالی که ایشون همچین ادعایی رو داره به گزاف میکنه، برای اینکه خود حضرتش چندی پیشتر از کشته شدن ضریر آگهی یافته بود. چه شد که اون موقع این کار رو نکرد؟ چه شد که اون موقع از اسفندیار خواست که به مددش بیاد؟ پس پیداست که این بلوفی بیش نیست. و حالا بپردازیم به این نقش ملازمان دربار. چو گردان بدیدند از رزمگاه، از آن تیر آورد گاه سپاه، که خسرو به سیچیدن آراستن، همی رفت خواهد به کین خواستن. نباشیم گفتند هم داستان، که شاهنشه و کت خدای جهان، به رزمندر آید به کین خواستن، چرا باید این لشکر آراستن؟ بله قربانت کردن. این همه جان بی مقدار ناقابل فدای شما حضرت عالی، شما چرا میخوای گرد تکدری بر خاطر مبارک بنشانی؟ قربانت کردم، سر شما سلامت. پس این لشکریان چه کاره؟ ما همه اینجا جان به فرمان شماییم، گوش به فرمان شماییم، جان نثار شماییم. شما مگه ما مردیم شما بریم به میدان جنگ؟ نفهمید؟ چو گردان بدیدند از رزمگاه، از آن تیر آورد گاه سپاه، که خسرو به سیچیدن آراستن، به سیچیدن یعنی آماده شدن، که خسرو به سیچیدن آراستن، همی رفت خواهد به کین خواستن. نباشیم گفتند هم داستان، که شاهنشه و کت خدای جهان، به رزم اندر آید به کین خواستن،
چرا باید این لشکر آراست نه؟ گرانمایه دستور گفتش به شاه نباید رفتن بدین کینگاه. به نستور ده باره برنشست، مرو را سوی رزم دشمن فرست، که او آورد باز کین پدر، از آن کش تو باز آوری خوبتر. بله قربانت گردم، شما چرا میره خودت زحمت بدی؟ اصلا میدونی چیه؟ این آقا پدر کشته است، این خودش باید بره انتقام بگیره. انتقام به ایشون میرسه، نرو شما، شما بشین، شما وردش کن، نرو. یا بدین ترتیب گوشتاز از محلکه میگریزد، از این دامی که میتونست به مرگ او منجر بشه، با این ترفند و به مدد این درباریان خود بر جای خود محکم می نشیند و نستور جوان را به کام مرگ می فرستد. به نستور ده باده برنشست، مرو را سوی رزم دشمن فرست، که او آورد باز کین پدر، از آن کشت و بازاوری خوبتر. به دادش به دو شاه بهزاد را، همان جوشن و خود پولاد را. عرض کردم شبرنگ بهزاد نام اسب سیاوش بوده، که این اسب تو گویی که در زمان گشتاسب نیز به او سواری می داد. به دادش به دو شاه بهزاد را، همان جوشن و خود پولاد را. پدر کشته آن گهمیان را ببست، سیاه رنگ بهزاد را برنشست. خرامی تا در میان سپاه، نشسته بران خوب رنگ سیاه، به پیش صف دشمنان ایستاد، همی برکشید از جگر سرد باد. منم گفت نستور پور زریر، پذیر نیاید مرا نرشیر. کجا باشد آن جاوی بیدرفش، که او دارد آن کافی ها میدرفش. بیدرفش وقتی که زریر رو کش، چنان که دیدین جامه از تنو خارج کرد و کلاه و قبا و درفش او رو برداشت. کجا باشد آن جادوی بیدرفش، که او دارد آن کاویانی درفش. چو پاسخ ندادند آزاد را، برنگیخت شبرنگ بهزاد را. بکشت از تکینان لشکر بسی، پذیره نیامد مر او را کسی. کسی هم بلا جرأت نمی کنه که به میدان مبارزه تن به تن با این جوانی که سر تا پا جوش و خروشه بره. و از آن سوی دیگر گوسفندیار، همی کشتشان بی مر و بی شما. چو سالار چین دید نستور را، ارجاست، او هم مثل گشتاسب همتای خودش بر بالا بلند دیگری ایستاده و داره صحنه نبرد رو میبینه، قیامت کردن این الف بچه رو داره میبینه. چو سالار چین دید نستور را، کیان تخمه و پهلوان پور را. به لشکر بگفت این کشایت بودن، که از اینسان همین نیزه داند زدن. کیه؟ اینقدر خوب داره می جنگه. بکشت از تکینان من بی شمار، مگر گشت زنده زریر سوار. که نزد من آمد زریر از نخست، بدین سان همی تاخت بار درست. کجا باشد آن بی درفش گزین،
همکنون سوی مرش خانید هین. بیامد همان در زمان بیدرفش، گرفته به دست آن درفش بنفش، نشسته بر آن باره خسروی، به پوشیدان جوشن پهلوی، بر اسب زریر نشسته، جامه زریر رو بر تن کرده، درفش زریر هم بر دوش. خرامید تا نزد نستور شاه، چراغ همه لشکر و پور شاه. گرفته همان تیغ زهرابدار، که افکنده بود زو زریر سوار. با همون شمشیری که زریر رو از پای درآورده بود، آمد که نستور رو هم از بین ببره. بگشتند هر دو به شمشیر و تیر، سر جادوان ترک و پور زریر. پس آگاه کردند از کارزار، پس شاه را فرخ اسفندیار. خب این جوان رعنای نوپا کجا؟ و اون دلاور کهنکاری که در سپاه تورانیان بود کجا؟ بنابراین به اسفندیار آگهی دادند که آقا عرصه بر نستور داره تنگ میشه، بشتاب به یاری او. همی تاختش تا به دیشان رسید، سر جادوان چون مرو را بدید، برانگیخت اسب از میان نبرد، چو دانست کش بر سر افتاد مرد. بیانداخت آن زهر خورده بر اوی، یعنی آن تیغ زهر خورده، آن شمشیر زهر خورده را برو انداخت. اینجا کلمه تیغ یا شمشیر به قرینه معنوی در واقع حذف شده است، به قرینه معنوی. وقتی که دید اسفندیار به سمت او داره میاد، او هم اون تیغ زهرابدار رو به سوی اسفندیار پرتاب کرد. بینداختان زهر خورده بر روی، مگر کش کند تیره رخشنده روی. نیامد بر او تیغ زهرابدار، گرفت آنگهی تیغش اسفندیار. این تیغ بر بدن اسفندیار کارگر نیفتاد. به این اولین جاییست که ما اشارتی داریم میبینیم که تیغ بر بدن او کارگر نیفتاد. و اینکه حالا در باب داستان رو این تنی اسفندیار، خب البته جلوتر سخنها خواهیم گفت، اما اولین و نخستین اشارهی که در این باب خیلی به صورت زیرپوستی می رود در اینجاست. نیامد بر او تیغ زهرابدار، گرفت آنگهی تیغش اسفندیار. زدش پهلوانی یکی بر جگر، چنان که از دگر سر برون کرد سر. همون شمشیر رو از دستش گرفت و بر جگرگاه بیدرفش زد. زدش پهلوانی یکی بر جگر، چنان که از دگر سو برون کرد سر. زبار نگون اندر افتاد و مرد، بدید آن کیان زادگی دست برد. فرود آمد از باره اسفندیار، سلیح زریر آن گوه نامدار. از آن جادوی زشت بیرون کشید، سرش رازتن نیمن در برید. نکورنگ اسب زریر و درفش، ببرد و سر بی هنر بی درفش. سپاه کیی بانک برداشتند، همه نعره از چرخ بگذاشتند. که پیروز شد شاه و دشمن فکند، برفت و بیاورد اسب سمند. شدان شاه زاد سوار دلیر، سوی شاه بردان سمند زریر. سر پیر جادو نهادش به پیش، کشنده بکشت اینت آوین و کیش. کشنده بکشت، یعنی اون کسی که قاتل بود خودش کشته شد.
درفش اشارت داره. و کار دنیا همینه. هم دوره استاد ناصر خسرو فرمود ای کشته شده، ای کشته کرا کشتی، ای کشته کرا کشتی، تا کشته شدی باز، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. باری یاران نازنینان وقت ما به اتمام رسید، اجازه فرمایید تا ادامه این مقال رو به جلسه آینده موکول کنیم. با سپاس از این که چون همیشه مهر کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی تندرستی و سرافرازی و بهروزی برای یکایک شما نازنینان و به امید بوسه زدن بر جبین بلند آزادی در فردای میهن، همه شما نازنینان را به ایزد منان می سپارم. تا دیداری دیگر، درود و دو صد بدرود و پاینده ایران.